شب گذشته هواپیمای ملخی متعلق به ناجا با هفت سرنشین که برای بررسی موضوع حادثه سراوان از تهران آزم زاهدان شده بود در شمال استان سیستان و بلوچستان سقوط کرد و از همان دقایق نخست گروخای بررسی و جستجو از سه استان کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان برای یافتن لاشه هواپیما به منطقه اعزام شدند. پیش از ظهر امروز بود که بالاخره لاشه هواپیما در چهل کیلومتری شمال نصرت آباد پیدا شد و بررسی های اولیه نشون داد که خلبان این هواپیما به علت نقص فنی قصد فرود اضطراری داشته اما به دلیل ناکافی بودن دید خلبان زمین ناهمواری برای فرود این هواپیما انتخاب شد و به علت وجود ناهمواری های مسیر هواپیما دچار آسیب میشه و متلاشی میشه اونطور که ناجا اعلام کرده اجزاد سرنشینان هواپیما قابل شناسایی و تیمهای بازرسی در حال بررسی صحنه حادثه هستند. گفته شده سردار صادقی معاون ایمنی بازرسی ناجا سرهنگ خورسندی از پلیس پیشگیری ناجا سرهنگ درودگر از معاونت عملیات ناجا و یکی از افسران نیروی انتظامی و سه نفر از تیم پروازی از جان این حادثند همچنین در حادثه دیگر تعدادی از پرسنل ناجا که برای کمک رسانی برای عملیات سقوط هواپیما به منطقه حادثه اعزام شده بودند دچار سانهی رانندگی میشن که تو این حادثه هم متاسفانه یک نفر کشته شده و هشت نفر زخمی